مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما همراه شدن. آقای کاظمی خیلی خوش اومدین. همونطور که در خبر هم داشتیم، انسی خزعلی با اشاره به ادامه حملات شیمیایی به مدارس گفته که در این زمینه فضاسازی تبلیغی صورت گرفته. چه اظهار نظری رو از سوی معاون زنان در دولت ابراهیم رئیسی شما چطور می‌بینید؟ درود بر شما. خب این یک اظهار نظر فردی نیست، یعنی حرف تازه‌ای هم نیست از سوی مسئولین جمهوری اسلامی. پیشتر در طول این 5 ماه ما این رو بسیار شنیدیم که پاندمیه، حتی خبرگزاری فارس از عبارت مسمومیت مصنوعی استفاده کرد، در کنارش بیانیه چند روز پیش که صادر کرد دقیقاً این نکته رو در بیانیه وزارت اطلاعات میگفت که اینها ساختگیه، چیزی به اسم مسمومیت وجود نداره. اما از سوی دیگه میبینیم که در همین مدت اخیر، من امروز مرور میکردم، حدود 10 بار مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی عنوان کردند که افرادی در رابطه با مسموم‌سازی دانش آموزان بازداشت شدند. حتی در یک مورد فیلمی از اعترافات اجباری یک دختر و پدرش رو پخش کردند به عنوان کسانی که عاملان حمله شیمیایی به یک مدرسه ای بودند. خب اینها با هم نمیخونه. اگر مسمومیت مصنوعیه و اگر موضوع کوچکیه، پس این حجم بازداشت‌ها چیه؟ از سوی دیگه خب می‌بینیم که حکومت در جاهای دیگه در موارد مختلف هم همین شیوه رو به کار گرفته، انکار و بعد تحقیر و بعد اینکه اصل ماجرا رو به سوی دیگه ای سوق بدن و یا تکذیبش بکنن. مثلا در مورد چشمانی که از هموطنان ما نابینا کردن در جریان ریزش زن زندگی آزادی و شلیک گلوله به چشم هموطنان ما، میبینیم که در یکی دو روز اخیر دوباره حکومت یک پروپاگاندایی به راه انداخته که برخی از اونها رو دروغ بخونه. این شیوه همیشه حاکمان جمهوری اسلامی. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت به شدت دروغگوست، در این مورد هم به دروغ روی آورده. یا فراموش نکردیم آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در خارج از کشور در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت در جریان اعتراضات سراسری هیچ کس کشته نشد. اما اینکه خانم خزعلی به عنوان معاون زنان ابراهیم رئیسی، کسی که باید در واقع در یک سیستم عادی و نرمال حامی حقوق زنان و دختران باشه، و در این حملات شیمیایی می‌بینیم که در اغلب موارد حمله شیمیایی به مدارس دخترانه انجام شده، اینگونه تکذیب میکنه، خب اون هم مسبوق به سابقه است. در مورد حجاب اجباری، محدودیت هایی که زنان ایرانی باهاش سر و کار دارن و فشاری که از سوی حکومت به زنان میاد هم بارها این نکته رو انکار کرده. تصورم اینه که حکومت در کنار اهدافی که از حمله شیمیایی به مدارس دنبال میکنه، اون شیوه پروپاگاندا مبنی بر انکار اصل واقعه رو پیش گرفته و ادامه خواهد داد. بله، بسیار متشکرم از شما مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از ترکیه با ما همراه بودید.